سلام و درود به شما خیلی خوشحالم که اینجا هستین امروز براتون سپرایزمون دیگه تکمیل میشه جلسه هفتمه مقدماتی دوره خصوصی رو براتون میذارم امیدوارم که لذت ببرین نمیدونم تا اینجا از تا جلسه گذشته که براتون گذاشته شده بهرهمند شدین یا نه دوست دارم زیر پستا زیر ویدیوهای یوتیوب نحوه در واقع استفادهتون رو از این دوره ببینم از این آموزش ها ببینم و اینکه چقدر این آموزش ها کمکتون کرده تا برسین بریم با هم ویدیو جلسه هفتم رو ببینین باز در انتهاش خدمتتون میرسم با یه پیشنهاد ویژه برای شما میایم سراغ جلسه هفتم جلسه جمعبندیمون که بسیار مهمه در مورد ترید پلن من خیلی در مورد ترید پلن صحبت کردم اما قبل از اینکه ما بریم سراغ ترید پلن همیشه به بچه ها میگم همیشه میگم اون چیزی که خودت فکر میکنی خودت میذاری خودت شرطی که خودت ایجاد میکنی اصلا اهمیت نداره اگه داری طبق این استراتژی عمل میکنی باید حتما 100 درصد به استراتژی پایبند بشین خیلی مهمه مثلا ما وقتی که به در موقع ترید پلن صحبت میکنیم ترید پلن چیه؟ ترید پلن یه دستورالعمله ترید پلن یه استراکچر یه کتابچه راهنمایی که کنار دستت هست و نشون میده هر موقع هر جا شک کردی هر جا اما و اگر بود چارتی رو نتونستی تشخیص بدی باچ لیستی نتونستی داشته باشی نمیدونم نقطه ورود ایراد داشتی میرید سراغ اون شرطا نگاه میکنی که کجا تقطی کردی ترید پلن فقط شرطا نیست علاوه بر شرط ها یه عالمه میتونم بگم چارتای قشنگه چارت واضحه و مثاله باید که ذهنت عادت بکنه زمیر ناخداغا ما داریم راجع به در واقع لیول های بالای یادگیری صحبت میکنیم که اطلاعاتی که تو این تا جلسه گذشته یاد گرفتی یا حتی تو این جلسه یاد میگیری اضافه میشه رو ترید پلن تو ترید پلن یه کتاب مرجعیه که کنار دستته من هر موقع هر جا شک کنم میرم سراغ اون اون موقع اون حرف اول آخر رو میزنه میگه آقا ناحیه ناحیه این شرط ها رو دارم نمیدونم الگو الگو اینه الگو درستم الگو مثلث مسه نقطه ورود اینه شرط های نقطه ورودم و دقیقا توی ترید پلن همون چیزی رو یاد میگیری که استراتژی بهت یاد میده هیچ جایی هیچ چیز اضافه ای اضافه نمیکنی اینو من همیشه به بچه ها میگم میگم هر چیزی که از خودت به استراتژی استفاده اضافه کنی و بعدش استفاده کنی باعث نتایج متفاوتی میشه تو این استراتژی نه فقط استراتژی پی تی بلکه هر استراتژی که کار میکنیم اینجا یه مقدار حساس تره به خاطر اینکه خیلی از مسائلی که ما راجع بهش صحبت کردیم من گذاشتم برات بر اساس ده ها هزار ترید من اومده نتیجه شده من یه ویدیویی توی یوتیوب دارم اینکه چجوری من اصلا اومدم استراتژی ما کردم کشف کردم ابدا کردم اومدم یه سری چارت های مختلف رو نگاه کردم استراکچرا ساختارش رو نگاه کردم بعد او اونا از دل اونا تک تک این شرط ها رو کشتم روز اول اینجوری نبوده روز اول پراکنده بوده اومدم با توجه به مثلا تریدایی که کردم مانی منیجمنت رو گذاشتم زمان ترید گذاشتم این خیلی مهمه که علاوه بر این که ساختار اصول کلی کارت تریدینگ سیستمت اینجا هست در مورد در واقع فاندامنتالت هست در مورد مدیریت سرمایه و ریسکت هست در مورد زمان کارت حتی ترید مکانیزمت هم هست و حتی داکیومنتیشن که حالا میریم تو های پایانی امروز بهت میگم تو باید مستند سازی کنی باید لیست داشته باشی باید دوره ای بررسی کنی نتایج تو ترید پلنت ظاهرش کنی اینا مطالب بسیار مهمی که احتمالا اون ویدیو یوتیوب رو دیده باشی کاملا با اینا آشنایی حتی من مطالب و سوالای مهمتری هم از خودم رو تو ترید پلنم گذاشتم مثلا دلیل اصلی که من ترید میکنم چی؟ چه انگیزه هایی من دارم چیا به من انگیزه میده تو این کار که من این کار رو ادامه بدم اینا خیلی بحث‌های مهمیه خیلی یعنی وقتی که به این جلسه می رسیم من به بچه ها میگم باید قاعدتا فکر کرده باشیم اینکه من میخوام پولدار شم من میخوام ماشین بخرم اینا مهم نیست چیزی که مهمه اون حس خوبته ما داریم راجع به یه چیزی فرای بیزینس و شغل صحبت میکنیم یه کاری که اینجا ریسک داره ریسکش هم زیاده و ما قبول کردیم پس باید دلایل منطقی داشته باشیم فرض کن ترید پلن تو میخوای برداری ببری پیش یکی بر اساس اون قضاوت کنه بهت وام بده اولین چیزی که از خب آقا انگیزت چی از این کار چه هدفی داری توی این کار چرا وارد این کار شدی بعد میاد سراغ تکنیک های عملیش میشه اهدافت چیه بعد میاد سراغ در واقع اون ابزارهای تحلیلی و تکنیکالیت میشه یا اون مقدار تریدی که در واقع سود و ضرری که میخوای بگیری و مانی منیجمنتی که به کار ببریم تایپ های اوردرایی که میذاری های Probability تریدز بسیار مهمه که بچه ها معمولا جا میندازن تو باید توی ترید پلنت پر است از نه اسلایدایی که با هم کار کردیم اونا بخشی اون اسلایدایی که من برات گفتم تو این جلسات اونا مثلا میتونم بگم استفاده میکنی ازش که بگی این الگوی مستطیل ایداله این ناحیه ایدئاله این نقطه ورود ایدئاله اما در کنار اونا تو های پرابابلیتی تریدا رو داری یعنی تریدای های درجه عالی اون با کیفیت ترین ها که من همیشه میگم اینجاست از کجا میتونی بیاری؟ از گروه وی آی پی خیلی راحت بری سرچ کنی در مورد نواهی الگوی مسلس مستطیل کلی ما مطلب داریم که در واقع توی گروه هست هر روز بچه چارتایی که میذارن و نقض میکنیم حتی من تو ترید پلن هم یه چارتایی که نوید ترید بکنم هم دارم پس بسیار مهمه اینو جدی بگیر تو باید یه نمونه خوبی اونجا ترید داشته باشی خیلی جدی باید باشی تو این کار این کار داری صد درصد با سرمایت ریسک میکنی پس باید ترید پلنت حداقل ایدئال ایدئال باشه که تو بتونی 80 درصد بشه اعتماد کنی و یعنی اگه اما اگر باشه اگه شرطا اشتباه وارد ترید پلنت بشه همونجوری اشتباه هم به کار میبری این از این مطلب اینا مطالب بسیار مهمیه که ما همش دائما باش سر و کار داریم بسیار مهمه که تو بدونی که چهار که میخوای کار بکنی چی اما بیایم سراغ یازده تا قدمی که من شخصا برمیدارم من بهش میگم یازده قدم که چهارتا تحلیل کنم از لحظه که چارتو باز میکنم تحلیل کنم تا ترید کنم حتی بذارمش کنار در واقع این اون چکلیستیه که من همیشه به بچه ها میگم یه چکلیست برای خود درست کن تیک بزن هر کدوم رو تیک بزن میری مرحله بعد هر کدوم رو تیک بزن میری مرحله بعد بسیار مهمه که این روند از بالا به پایین رو داشته باشی الان مثل این که ما داریم یادآوری میکنیم کل کارهایی که انجام میدیم بسیار مهمه اینجا قدم اولی که من انجام میدم هر روز قبل اینکه کارم رو شروع کنم و معمولا بچه ها جا میندازن اینه ای که اولین قدم میام نیوزا رو چک میکنم اصلا اینم امروز نیوز دارم یا نه اول هفته معمولا این کارو میکنم اما اول صبحم خیلی مهمه چون الان مثلا بازار نیویورک داره شروع میشه من باید بدونم امروز تو بازار نیویورک چه خبره باید بدونم امروز بازار ریسکیه یا نیست یه خبری مثل تغییر ریت بانکی تو آمریکا میتونه بازار نیویورک رو اصلا خیلی آروم کنه تا وقتی که اون خبره بیاد مومنتوم به بازار برگرده هیجان به بازار برگرده ما باید بدونیم حالا زیر شاخه این تو ترید پلنت کلی میتونی توضیح بدی آقا خبرها چیه نمیدونم چجوری تحلیل میکنیم از چه سایتی استفاده میکنیم مثال بیاری برا خودت مثال بیاری خبرها رو بیاری اما همراه با چارت تاثیرش یادت باشه ما فست اکانومیک رو گفتیم باید تاثیر این خبرها روی چارتت رو بیاری برا خودت که بدونی ذهنیتت بدونی که چه اتفاقی میفته بعد از اینکه خبرها رو چک کردیم اوکی خبر مهمی نیست یا در واقع میدونیم که یه قراره چه خبری بیفته قدم بعدی چارت رو باز میکنیم میریم سراغ تحلیل تکنیکالمون میریم سراغ ایمپالسیو و کارکتیو آقا ایمپالسیو چیه کارکتیو چیه ما روش پرایس اکشن برای ایمپالسیو یه سری شروط داشتیم برای کارکتیو یه سری شروط داشتیم این شروط رو کاملا توی جلسه یک گفتیم که چجوری ایمپالسیوا رو میتونی تشخیص بدی چجوری کارکتیوار رو خب به تب من میگم تو ترید پلنت باید چند تا مثال از این پالسیف کارکتیو رو بیاری ما این پالسیف سعودی داریم نزولی داریم بهترین ها رو میتونی بیاری یه دونه کارکتیو هم منظم و نامنظم داریم که منظم رو ما ترید میکنیم حالا بسته به این که سبک تریدینگ چیه چه تری نوع تریدری هستی یکی از اینا رو انتخاب میکنیم این پس قدم شماره یک تحلیل تکنیکال من میریم سراغ قدم دوم قدم دوم نواحی بسیار مهم نواهی جایی که بایرا و سلرا نشستن من قطعا دوست دارم که بایرا و سلرا در واقع با بایرا و سلرا همراه بشن مثال اون فشار است فشار بلند شدن هواپیما مثال اون تیم فوتبال است که من میگم دوست داری تو یار کشی با تیم قویه بیفتی علت اصلی که نواهی رو ما انتخاب میکنیم دقیقا همینه شروطش چیه؟ شروطش کاملا مشخص بود اول از همه یادت باشه تو ترید پلنت باید راجع به سوینگ فول سوینگ صحبت کنی کجاها اون دره ها و غلا های ها و لوهای مهمه که تو نواهی رو میذاری براش بسیار مهمه اگر نواهی خوبی داشته باشی یادت باشه من میگفتم اینجا این دوتا شرط رو که انجام دادی در واقع چی کار کردی؟ تحلیل تکنیکال کردی من دوتا ت میذارم ت ت تحلیل تکنیکالت اینجا به پایان رسیده حالا میرفتی سراغ چی؟ میرفتی سراغ مطلب بعدی مطلب بعدی چی بود؟ میگفتیم حالا با توجه به ایمپالسیف کارکتیو با توجه به نواهی با توجه به تحلیل تکنیکالم حالا پلن ورودیم چیه؟ این پلن ورودیت این پلن بود برنامه بود که داشتی تحت عنوان دو تا الگو کار کردیم الگو مستطیل الگو مسلس من اینجوری میکشم الگو مستطیل الگو مسلس حالا مسلس سعودی نزولیش فرق نداره باز دوباره تو تریدینگ پلنت باید کاملا من بهت میگم چند تا مثال خیلی خوشگل بیار از الگوی مستطیل ایدئال چند تا مثال خیلی خوشگل بیار از مثلث های ایدال یادت باشه مثالایی که اینجا میاری مثال های درجه یک مثال های جمع جوره. بیریخت نیست معنی شد بعضی وقتا بچه ها چارت میذارم و میگم بیریخت نیست پرفکت نیست اون مثال یا میاری که کیفیتش عالیه یعنی اونو ببینی دیگه مستطیله پس این روند بالا به پایین قدم چهارم. اگر الگوهای مستطیل و مثلث رو دیدیم یه حسی داره به من میگه خب اوکی من پلن دارم رو برنامه دارم رو اون چارتم حالا وقتی پلن و برنامه دارم میریم سراغ چی؟ میریم سراغ انتری پوینت اینجاست که خیلی مهمه تو انتری پوینت من خیلی مسائل مختلفی درگیره مثل چی؟ مثل فشار خونی فشار چی؟ اگه دنبال بریک آوتی دیدن چی؟ کندل فول بادی بریک آوت بسیار مهمه باز باید بذاری برا خودت کندلی که بیش از پنجاه درصد بد بدنه 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 یا اون این شرطایی که ما گذاشتیم بهش پایبندیم ناهیه رو میشکونه بعد از دیدن کندل فول بادی بریک اوت منتظر چیم منتظر پول بک اونم چی؟ اونم نه هر پول بکی فقط اولین فرست اولین پول به اون ناحیه هستیم که ما این رو میگفتیم سناریو چند شماره سه من ترید پلنم اینجوریه بر اساس سناریو شماره سه فقط سناریو یک و دو خیلی کم ترید میکنم اما تو ترید پلنم نیست اگه ترید میکنم خارج ترید پلنم دارم استفاده میکنم واسه همینه تو گروه ببینی به بچه ها تذکر میدم بچه ها نکنی نکنی نکنین سناریو یک مهم نیست طبق استراتژی بعد از این که مطمئن شدم اولین پول بکه اینجا میرم چیکار میکنم میرم دنبال نقطه ورود میگردم حالا روش های نقطه ورود بر اساس اون چیزی که من یاد گرفتم دو تا روش دارم روش شماره یک روش شماره دو روش یک دیسکاونتد من میذارم دیس که کاملا شرطاش بود شرط های یک دو سش بود که کاملا بهت میگم به چسب همونا یه واو تو اون اسلایدی که من بهت گفتم این بر نباید بشه چون واقعا میگم اگه یه دونه حرف این میشه مهمترین حرفی که شرطی که بچه ها معمولا جا به جا میکنن همون شرط بسته شدن کندل دوه که خیلی وقتا توجه نمی کنن که تو جلسه چهارم من چرا مثال های مختلفی زدم مثال هایی که من زدم شاید اون موقع دقت ندارن بعضی وقتا میگم آقا میتونه تک کندلی باشه میتونه یه کندل بین یک و دو باشه و مهمترین شرطی که اشتباه میکنن همین شرطه میگم کلوز کندل دو تو حالت سودی باید بالای بدنه یک کندل یک باشه و کاملا این رو اشتباه برداشت میکنن شرطی که من اونجا نوشتم اینه که کلوز کندل دو باید بالای کندل در واقع بالای بدنه کندل قبل باشه یعنی بعضی وقتا اینقدر بچه ها این رو تکرار میکنن ملکه ذهنش میشه این دوتا شاید به ظاهر خیلی شبیه هم اما شرط اصلی که من ازت توقع دارم بهش بچسبی اینه بنویسی بزرگ بنویسی اینو که شرط مهم دو, دو تا شرط داره دیگه کندل دو دیگه یکیش شرط مقایسه با خودشه یکی مقایسه با در واقع کندل قبل یکی فشارخونیه خود کندل دوه که میگه کلوزش باید توی سوم بالاییش باشه یکی مقایسه و فشارخونی با کندلای قبلشه که میگه کلوزش باید بالای بدنه کندل قبل باشه این شرط ها بسیار مهمه که کاملا اینو تو جلسه چهارم ما راجع به صحبت کردیم اینجا میشه جلسه چهارم کامل اینجا میاری توی ترید پلنه روش دوممون چی بود؟ فشارخونی جلسه پنجم که عالی ما راجبش صحبت کردیم که چجوری فشار بخونیم حرفه ای تر بشیم میتونیم فشار خونی کنیم این دوتا روش نقطه ورودمون بود اما توی ترید پلن قدم پنجمی که من ور میدارم خیلی دور نشم قدم پنجم من اینجا چیه؟ استاپلاس انتری پوینت استاپلاس از هر دو این روش ما چی رو به دست میاریم؟ استاپلاس از هر دو این روش یه نقطه ورودی به ما میده استاپلاس رو در واقع ما در میاریم بعد اینکه استاپلاس رو در آوردیم ما چیکار میکنیم میگیم میریم سراغ اون نقطه یک به یکه اندازه میگیریم تا های اولی که سر راهشه میگیم که آقا میسرف اینو با اون استاپلاس من ترید کنم تا اون های اول یک به یک به من میده یا نه مرحله به مرحله دارم میرم جلو الان کاملا چشاتو ببندی حرف گوش در واقع حرفای منو گوش بدی انگار من دارم گزارش میکنم این قیمت داره حرکت میکنه میره پایین و میکنیم این کارو اگه یه روزی رفتی توی ترید که یک به یک نداد رفتی وارد شدی نتیجهش رو به زودی میبینی و بسیار در واقع اون ترید ریسکیه اگه یک به یک داد چکلیستت میخوره میری سراغه بعدی بعدی چی بود؟ می گفتیم اوکی تو قدم ششم استراتژی من در واقع نقطه ورود من اوکی پلاس رو دارم برای محاسبه میخوایم بریم حالا حساب کنیم ببینیم چجوری جوری میخوایم وارد ترید بشیم از اینجا استاپلاس رو دارم از اینجا مدیریت سرمایه رو دارم تو خود بحث مدیریت سرمایه تو میتونی در واقع راجب ریسکات هم اینجا تو ترید پلنت صحبت کنی که چند درصد میخوای ریسک کنی یه درصد ریسک کنی دو درصد ریسک کنی ریواردت چقدر باشه میذاری توی اند در واقع ماشین حساب جو فرضت هم که داری اینجا بهت چی میده لات سایز میده لات میگه مثلا چند لات بیا ترید کن نیم لات یه دهم ده یه صدم اینجاست که دوباره میری سراغ چی؟ میری سراغ اردر گذاری بسیار مهم چیزایی که بچه ها تو ترید پلنشون جا میندازن آقا چجوری اردر میذاری؟ اردر دستی میذاری یا پندینگ اوردر اوردر رو که گذاشتی دیگه منتظر چی میشی؟ منتظر این میشی که آیا بازار میاد در واقع اردر تو فعال میکنه یا نه اگه فعال نکنه که هیچی ما میدونیم که ای هست کنیم اگه فعال کنه دیگه میریم سراغ قدم نهم قدم نهم به من میگه که ما دنبال دیگه منیج کردن تریدیم اینجا به دنبال این هستیم که اول از همه ریسک فری کنیم بیایم روی یک به یک نقطه ورودمون رو نقطه در واقع استاپلاسمون رو موو بدیم رو نقطه زیر نقطه ورودمون یا بالای نقطه ورودمون تو کیس سعودی پس قدم نهممون که بسیار مهمه و من همیشه ازش نمیگذرم همینه ریسک فری کردن بعد از ورود به معاملت همش دنبال ریسک فری کردنی قدم دهممون قیمت حرکت میکنه دو تا حالت داره قیمت یا میاد تیک پروفیت تو میزنه حالا رو همون تیک پرافیتی که تعریف کردی یک به دو یا ناحیه بعدی که ما خیلی استفاده میکنیم میگیم تیک پروفیت های ما اغلب نرسته به ناحیه بعدیه که خیلی مهمه یا اینکه قیمت میاد برمیگرده یا ریسک فری کردی یا استاپ لاست سر جاشه دیگه میره استاپ تو میزنه اینجا در حقیقت قدم دهم ده جاییه که معامله تو کلوز میشه بسته میشه اصلا کاری ندارم توی سود یا توی ضرر فرقی ندارم اما همچنان یه قدم دیگه ای ما داریم و اون قدم در واقع بررسی ترید بعد از بسته شدن تریده هر موقع تریدت بسته شد چه توی سود چه توی ضرر میری اسکرین شات میگیری یا حالا تکنیک های مختلفی هست میری تو مای فیکس بوک استفاده میکنی میری تریدت رو بررسی میکنی اشتباهی که همه بچه ها میکنن ترید رو انجام میدن رهاش میکنن سری میرن دنبال موقعیت بعدی نه باید سب کنی ترید رو بری بررسی کنی چه نتیجه سود چه ضرر این فرصتی که برات پیش اومده باید بری رو چهارتا تا بررسی کنی ببینی کجا اشتباه کردی اگه اشتباه کردی موردش رو در بیاری اگه اشتباه نکردی که یه چی عالی نمونه مثال عالی داری اما برای بررسی و جورنال کردن من خودم شات میگرفتم نمیدونم فیلم برداری میکردم اما دیگه بعد یه مدتی مای فیکس بوک اومد خیلی راحت در واقع مای فیکس بوک به من نتایجم رو میگفت و نتایج خوبی بهم هم میگفت قشنگ بررسی میکرد در حقیقت میتونم بگم نتایج من و ترید های من رو نه فقط توی ترید توی یه هفته بررسی میکرد توی یه ماه بررسی میکنه من پایان روز کاری میام ترید های اون روز رو بررسی میکنم پایان هفته این کارو میکنم پایان ماه این کارو میکنم مداوم دارم نتایج خودم استراتژی خودم رو مانیتور میکنم و علاوه بر اون دارم عمل کرده خودم رو مانیتور میکنم که چه روزای هفته چون مای فیکس بود بهت نشون میده چه ساعتهای هفته خوبه چه جو فرزای هفته ترید داشتی نمیدونم چه روزای هفته و بعد بر اساس اون نتایج میتونم در واقع حالا من خیلی این مثال رو میزنم خیلی از بچه ها هستن که امروز دوشنبه کار نمیکنم میگن دوشنبه بده من اینجوری نیستم که فقط بگم دوشنبه بده من اگه نتایجم به هم نشون بده دوشنبه ها در واقع روز خوبی نیست دوشنبه رو میذارم کنار یه مثالی که برای بچه ها میزم جو فرزاتون رو میتونین نگاه کنین بعضی وقتا یه جو فرز به دست آدم نمیاد مثلا یورو به سی اف برای من همینه سی ایچ اف به ین همینه بعد یه مدت که ترید کردم به این نتیجه رسیدم که اصلا این دوتا با من نمیخوره هرچی ترید میکنم خراب میشه شاید 70 80 درصد تریدام خراب بود گذاشتمش کنار به روانشناسی من نمیخوره از کجا این رو فهمیدم از بررسی کردن و مانیتور کردن نتایجم که به صورت دوره این کار رو انجام دادم و بسیار مهمه ما خیلی وقتا راجع به خیلی از حرفا خیلی از کارا صحبت میکنیم اما در حقیقت خیلی وقتا اونو اجرا نمیکنیم اینجا ترید پلن تو جلسه هفتم دائما دارم به بچه ها من این هشدار رو میدم که باید این مطالبی که یاد گرفتی رو از ذهنت خارج کنی پیاده سازی کنی توی ورق که بتونی در واقع بهش پایبند باشی اما یه بخش دیگه که خیلی مهمه توی ترید پلنت تو برنامه ریزیه برای اون چیزایی که یاد گرفتی پیاده سازی کردی در واقع برنامه داری و اینکه این, این جمله خیلی خوبه برات میخونم میگه اینکه که من برنامه ریزی میکردم نتیجه نگرفتم کافی نیست باید جزئیات برنامه ریزی تو داشته باشی الان شاید ترید پلنه که برات توضیح دادم تازه متوجه بشی با, و ترید پلنه اصلا یه چیز دیگه است داره چکلیست رو به همون میگه برنامه ریزیت همینه ببین خیلی از بچه ها علت این که اثر بخش نیست در واقع عمل کردشون یا برنامه هاشون به هدف نمیرسه به خاطر اینه که برنامه ریزی رو معمولا هدف گذاری و رویا پردازی و, و برمیزی اشتباه میگیرن من بچه ها میگم خب برنامه ریزی برای دو ماه آیندت چیه میری سراغ اینکه آقا من میخوام یه, یه میلیون دلار بگیرم در بیارم از کردم کام. من میخوام یه ماشین خوب بخرم سری میره تو یا من میگم ما سب کن سب کن سب کن برمیزی این نیست ریزی دقیق ما داریم راجبش صحبت میکنم من از این ساعت تا این ساعت میخوام بیام کار بکنم تو دو ماه آینده تو دو ماه آینده میخوام صد در صد به استراتژی و به ترید پلنی که با این جزئیات انقدر قشنگ نوشتم پایبند باشم این برمریزیته میخوام این کار رو انجام بدم برمریزی که دارم اینه که تو دو ماه آینده توی دمو کار بکنم دو ماه مثبت داشته باشم باز عدد نمیذارم هدف گذاری نمی میتونی کنارش هدف گذاری کنی اما برمریزی به صرف خودش خیلی مهمه برمریزی که دارم برای دو ماه آیندم اینجوریه که این کار رو انجام بدم نمیدونم یه سال آیندم اینجوریه پنج سال آیندهم اینجوریه و بسیار مهمه از خواب و خیال ما رو میاره بیرون. در کنارش میتونی هدف گذاری هم بکنی مثلا بگی دو ماه آینده میخوام توی دمو فعالیت کنم مثبت که شدم مثبت 10 درصد که شدم دو ماه اگه مثبت بود نتایجم ماه سوم برم تو حساب ریل. هدفم اینه که مثلا تا پایان سال مثلا بتونم تو حساب ریل کار بکنم. دفعه میشه برمیزی برمیزی اینه که بعد از سه ماه با هزار دلار وارد بازار ریل بشم بعد یه سال برمیزیم اینه که این مدت رو کار کرده باشم بتونم برمیزی دارم میکنم بعد یه سال این شغل رو به عنوان شغل اصلیم تبدیل کنم با پایبندی به استراتژی نگاه کن همه جا این جمله من هست نظم 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 پایبندی به استراتژی اما یه نکته بسیار مهم دیگه که در انتهای ترید پلنت میاد و باعث میشه که ترید پلنت تو هرگز بالغ نشه هرگز کامل نشه و هر روز تو به ترید پلنت اضافه بشه و اون لیست اشتباه های توست لیست اشتباهی من همچنان ادامه داره خیلی من اشتباه تو زندگیم داشتم تو ترید از دکمه و سل اشتباه زدن تا اوورترید کردن تو رفتارهای پرخاشگرانه با مارکت بسیار زیاد بوده لیست اشتباه های من تمامی نداره هرگز تمامی نداره چون من هرگز چون بشر خیلی به ذات پرفکت نمیشه به ذات در واقع خیلی عالی نیست بی نقص نیست ما همیشه یه سری خطاهای انسانی رو داریم تو لیست اشتباهات کار... کارهایی که میکنیم اون خطاهای مکانیکی و اشتباه هایی که انجام میدیم رو در حقیقت اونا رو حداقل سعی میکنیم کنترل کنیم لیست اشتباهات از کجا میاد از اونجا میاد که بهت گفتم بعد از بسته شدن هر ترید بعد از پایان هر هفته هر ماه من میرم تو نتایجم, نتایجم رو بررسی میکنم اینجا معمولا اونجاست که بچه ها من مچشون رو میگیرم بعد دو ماه دیگه بهت میگم آقا بفرست لیست اشتباهات تو میگی لیست اشتباهات ندارم میگم پس اصلا تو این کاره نیستی نشدی تبدیل نشدی به تریدر تو دو ماه گذشته اگه لیست اشتباهات نداری یعنی هیچی از مارکت یاد نگرفتی ما اداپت میشیم به مارکت کاندیشن درس اولین اسلایدی که جلسه اول با هم صحبت کردیم چجوری اداپت میشیم با کم کردن اشتباه های خودمون ما به هیچ عنوان رای 100 صد درصدی نمیتونیم باشیم که 100 درصد تریدامون سود باشه. ما حد اقل اشتباه ها رو میتونیم انجام بدیم اما اینا که میتونیم انجام بدیم یه اهرم کنترلی داریم که طبق استراتژیمون الان یه ترید پلن خیلی عالی ما داریم پر است از مثال های خوب و کلی بعد از هر میتونم بگم می چه ترید درست چه ترید غلط چون بعضی وقتا من راجع به لیست اشتباهات صحبت میکنم بچه ها میرن ذهنشون میره سریع خب ما اگه اشتباهی کردیم تریدمون غلط شد میریم لیست اشتباه نگاه میکنیم اگه اشتباه داشتیم من میگم نه چه بسا تو یه روزی در حقیقت یه ترید خیلی درستی انجام دادی اما یه اشتباه خیلی ریزی تو اون داشتی اگه اون اشتباه رو در نیاری شاید اون روز اصلا لاکی بودی آدم خوششانسی بودی اگه اون اشتباه رو در نیاری شاید بعدا بارها و بارها اون اشتباه باعثت متضرر شدن تو بشه پس امروز که شانسی بوده اون تریدت شانسکی زدیم رفته بالا بازار با همون با به قول معروف مهربون بوده امروز این کار رو میکنیم از این حتی ترید سودمون استفاده میکنیم و فقط می که آقا من خوششانس بودم امروز اشتباه هم این بود که چمیدم به خبر نگاه نکردم دکمه بایسل اشتباه زدم ناهی اشتباه نمیدونم نقطه ورودم اشتباه به این شرط دقت نکردم کورلیشن دار ترید کم یا هر چیز دیگه من هر جا به مشکل بر بخوری اولین چیزی که همیشه توصیه میکنم بهت میگم برو لیست اشتباهاتو در برو یه دوره مشخص تریداتو نگاه کن اما اگه داشته باشی تو ترید پلن تو هی کامل بشه اون موقع با هم دیگه راحت میتونیم کار بکنیم پس یادت باشه لیست اشتباه های تو عنصری که در انتهای ترید پلن تو بعد از اون چک لیست ها بعد از اون ترید پلن کاملی که راجبش صحبت کردیم میاد و در حقیقت هی هر روز داره کاملش میکنه هی هر روز داره کامل و کامل و کامل ترش میکنه خب به تب اول شاید اشتباه های خیلی زیاد داشته باشی اما در واقع کم کم که میری جلو اشتباهاتت کم میشه این یه دلیل در واقع حالا ذهنی هم داره برات که اون دلیل ذهنی اینه که در حقیقت با نوشتن چون ما برای توضیح دادم جلسات قبل راجبه یادگیری و اون طراحی که تو این دوره شده راجبه یادگیری تو یه دلیل خیلی مهم داره بعد از اینکه تو اگر بیای یه ترید اشتباه بکنی تو ذهن تو اندازه کافی چون ضرر دادی به هم میریزه ما از این اهرام استفاده میکنیم اون اثر منفی که تو ذهنت هست میره بیرون یعنی وقتی تو بری بدون در واقع میتونم بگم داشتن ضرر بدون اینکه معاملت باز باشه معاملت دیگه تموم شده بری مسئولیت قبول کنی خیلی بحث مهمی ها مسئولیت پذیری که اینجا فقط کلمه میگم تو اسلایدم نیوردم به خاطر اینکه دوست دارم بشنوی این رو اگر بعد از پایان این اشتباه زررت بری مسئولیت اون ترید زررت رو قبول کنی و بعد بری نتیجت رو دنبال کنی و متوجه اشتباهت بشی اونجا روز موفقیت توه و این نشون میده که تو داری یاد میگیری در واقع و این کار رو دوست داری ادامه بدی این چیزیه که بسیار مهمه مسئولیت پذیری تو این کار که ما همه مسئول کارهای خودمون هستیم این چیزیه که تو سخن پایانی بهت میگم تو این دوره دوره بسیار فشرده از نظر من خیلی فشرده است خیلی وقتا من راجع به یک کلمه یه جمله اینجا صحبت کردم به صورت شفاهی که اصلا یه دنیای یه وقتی بری توش فکر کنی یه دنیای بسیار مهمی هنوز در واقع الان مثلا راجع به مسئولیت پذیری صحبت کردم تو اگر مسئول باشی مثل این که من بچه ها میگم کسی که ترید پلن داره مسئولیت قبول کرده مسئولیت 6 تا رو شو قبول کرده میره یه ساعت وقت میذاره اون ویدیو یوتیوب رو میبینه مسئولیت قبول کرده میره میشینه چارت در میاره این یه قدم یه سر و گردن از بقیه تریدرها چون خیلی از بچه ها اصلا ترید پلن رو میگه من تو ذهنمه من میگم چیزی که تو ذهنت پیاده نکنی اصلا مهم نیست من خیلی وقتا این استراتژی رو به اینکه اسلایدای خوشگل بیارم برات یا مثال های خوب بیارم میتونستم روی همون متا تریدر برای توضیح بدم چرا این کارو کردم دو سه تا هدف دارم یک بهت نشون بدم من مصممم تو اینکه تو یاد بگیری دو تو بتونی با استفاده از اسلاید های رنگی هم از لحاظ بسری هم شنوایی هم تمرینی یاد بگیری یعنی تو تمام خواست تو احساسات تو رو به کار بدم چهار بهت نشون بدم که این استراتژی استراتژی جزئیات با جزئیات دقیق داری یاد میگیری پنج بهت نشون بدم که بهترین در واقع چهار تا چیه تو نقطه ورود چه جلسه چهارم پنجم تو در واقع نواحی تو خبری من اومدم بهترینا رو بهت گفتم بهترین چهار تا چه خوب و بد رو بهت گفتم و کاملا بهت یاد دادم یه مطلب خیلی مهم که جلسه اول گفتم نظم و انضباط پشت کار که بهت یاد دادم که اگه تو اومدی تو این ماراتون هفت جلسه ای که واقعا وقتی میگم ماراتون واقعا ماراتونه واقعا اومدی تو این ماراتون هفت جلسه ای و امروز اینجایی ترید پلنتو ساختی پایبندی بهش میری اصلاحش میکنی لیست اشتباهات درست میکنی میتونم بگم از 99 ممیز 99 درصد بقیه تریدرایی که تو مارکتن جلویی چون به هر حال اونا یه روزی به این نتیجه میرسن برن این کارو بکنن اون روز سختتر میشه براشون تو در ابتدای این راه هستی یه نظمی رو یاد گرفتی به نام استراتژی پی تی اومدی پله به پله امروز راجع به چک ها با هم صحبت کردیم پله به پله این چکلیست رو رفتی جلو طی کردی الان میدونی دقیقا که هر مرحله ای که اتفاق میفته مرحله بعدیش چیه کاملا میتونم بگم استراکچر عمل داری براش کاملا شرایطت برات فراهمه کامل میدونی بهترین چهار تا چیه یه گروه پشتیبانی داری یه گروه وی آی پی داری که اصلا حرف نداره از نظر من یعنی Uh, یه روزی من به این جلسه میرستم می گفتم خب باشه خدافزی میکنم با دیگه برو برای خودت اما امروز بهت میگم بعد از پایان این جلسه تازه تو گروه وظیفت سنگین تر میشه چون الان تو یه اطلاعاتی داری که اون بچههایی که بعد جلسه چهارم اومدن تو گروه ندارن و تو دیگه چهارتایی که میذاری تو گروه من توقم از تو بیشتره چرا من توقم بیشتره؟ چرا میام قور میزنم؟ به خاطر اینکه بچه ها به خودشون بیان به خاطر اینکه اون غرورت اجازه بده به من نشون بدی که تو میتونی تو میتونی چارتای بهتر از این رو ببینی هر روز این تمرین رو باید برای خودت بکنی اما تو 21 روز آیندت شما از امروز دورت تموم میشه تو 21 روز آینده که بسیار مهمه از نظر من 21 روز آینده چی کار میکنی؟ عدد 21 رو من خیلی دوست دارم و عدد روانشناسیه توی 21 روز آینده هر روز هر روز کاری ها حالا شنبه یه شنبه خیلی اهمیت نداره که کار نمیکنی هر روز میای این ترید پلن تو الان امروز دیگه میدونی چه چیزایی باید بهش اضافه کنی یا اصلا چه جوری تغییرش بده از اول درستش کن دیگه میدونی اینو یا از صفر شروع کن ترید پلن بساز تو 21 روز کاری آیندت باید هر روز قبل از شروع به کار ترید پلن تو یه ورق بزنی میتونه پاورپوینت باشه میتونه هر جوری باشه کنار دستت باشه میتونی برای خودت بگی خیلی مهمه شنوایی میتونی صدای خودت رو ضبط کنی راجب تک تک اون قدم های ترید پلن صحبت کنی بسیار مهمه که ترید پلنت رو توی 21 روز آینده هر روز قبل از کارت 5 دقیقه 10 دقیقه وقت بذاری نگاه کنی واسه همین بهت میگم باید چارتایی توش باشه عکسایی توش باشه که بهترینا باشه چرا این کارو میکنم دلیل منطقی دارم به خاطر اینکه دارم تو 20 روز آینده من 21 روز طول کشته این مفاهیم رو بهت گفتم 21 روز آینده تو داری این مفاهیم رو یه بار تکرار میکنی و تو ترید پلنت بر اساس بهترینا داری یاد میگیری و میخوام تو بیستی روز آینده کاملا بره توی زمیر ناخداگاهت میتونی تو بیستی روز آینده حتی ویدیو در واقع کلاس هم هفته رو روز یه بار بشینی نگاه کنی یا داری کار میکنی بذار گوش بده صدای خودت رو زبط کن صدای خودت رو زبط کن که داری برای خودت صحبت میکنی بسیار مهمه و حالا در پایان هر ماه میلادی برای باقی موندن تو گروه وی باید استیتمنت برای من بفرستی اون موقع از اگه استیتمنت بفرستی استیتمنتت منفی باشه یا قور بزنه یا ناراحت باشه استیتمنتت من بهت اولین کاری که میگم میگم ترید پلنتو دوباره برام بفرست که ببینم اون موقع اولین جایی که میرم تو ترید پلنت میرم سراغ لیست اشتباهاتت ببینم چه اشتباهی کردی اصلا درآوردی یا نه و اگر دوست داشته باشی تو گروه وی پی باقی بمونی باید پایان هر ماه میلادی برای من استیتمنت رو بفرستی راجع به این صحبت کردی این نکاتی است که میخواستم بهت بگم بسیار خوشحال شدم که تو این دوره باهات بودم یه دوره یه که چون تجربه یه موقع است یه چیزی آدم یاد میگیره در حقیقت بد سعی میکنه به یه نفر یاد بده خیلی فرق میکنه من باور کردنی نیست که هر بار توی هر جلسه ای توی هر کدوم از این کلاس ها وقتی برات صحبت میکنم دارم یه مطلبی همین الان دارم صحبت میکنم ایستادم دوست دارم با اشتیاق یعنی بعضی وقتا میفهمی هرس میخورم با اشتیاقم خوشحالم و چرا این کارو رو میکنم به خاطر که دوست دارم اون حس درونیم بیاد برای تو تو بگیری اون حس رو. و کاملا در واقع درک بکنی تمام تلاشم توی این دوره قبل از شروع این دوره در حین این دوره و بعد از حتی این دوره اینه که تو رو به حد اکثر موفقیت برسونم حالا هر چیزی که تو ذهنت هست اما این تو هستی که با کار بیشتر با تلاش بیشتر با رعایت نکاتی که با هم صحبت کردیم در واقع به من نشون میدی که آیا تو این کار موثر هستی یا نه خب به طب تا یه جایی من با بچه ها میام جلو یه جایی دیگه ببینم فیدبک خوبی نداره میگم شاید من در واقع اشتباه دارم میکنم گروه وی آی پی نقش بسیار مهم میداره سوالات چارتات خیلی وقتا من بچه ها میگم اول بازار نیویورک میبینم بچه هم رندم رندوم دارن چارت میذارم میگم بهتر اینا یه ساعت دیدی بعضی وقتا یه ساعت اصلا پاز میکنم گروه رو یه ساعت میگم هیچکی کامنت نذاره جنبه روانشناسی داره که بچه ها به خودشون بیان و در واقع بتونن این کار رو انجام بدن پس طی این دوره من آن چیزی که خودم هر روز اجرا میکنم تجربه 7 ده ساله خودم رو نه فقط خودم بلکه تو این دوره تجربه تدریس این کلاس رو به شاید صدها نفر دیگه در واقع تجربه‌ای که داشتم باعث شده شکل و شمایل این دوره اینجوری باشه حرفام حرفای درست حسابی منطقی در واقع طی اصولی باشه پس این دوره نه تنها تجربه خودم از مسیری که اومدمه تجربه تدریس منم هست و به بهترین شکل میتونم بگم الان امروز بهترین نسخه اون دست توه داریم با هم صحبت میکنیم برای یه بار دیگه معمولا جلسه آخر به بچه ها میگم خواهشی که میکنم از بچه ها این مجموعه برای من ارزشمنده نتیجه زحمات و تلاش منه نتیجه بیخوابی ها و خشم و ناراحتی نه فقط من بلکه کل مجموعه تیم تحلیل تکنیکاله بازم از بچه ها خواهش میکنم که این رو در واقع در اختیار کسی به هیچ عنوان نذارم قوانین کپی رایت رو رعایت کنن چون تو این دوره واقعا با تمام وجود در خدمت تک تکشتون بودم تک تک تون، تک تکشون در واقع بودم و از ته دلم واقعا دوست دارم که موفق بشی اما این خودت هستی که امروز اینجا ایستادی باید فکر کنی و تصمیم بگیری آیا امروز سر پای خودت می این راه رو شروع می کنی چون امروز پایان دورت یه جمله آخر پایان دوره تو به معنی در واقع تازه شروع راه توه تو این راه پرپیچ و خمی که خیلی میتونم بگم تاریکه یه جایی سربلایی داره اصلا معلوم نیست کجا میرسی پس برنامه این با هدف گذاری با برنامه ریزی با ترید پلن وقتی تو داری مجهز میری تو این راه اون دلگرمیه رو داری بسیار عالی خیلی خوشحالم که این ویدیو رو هم دیدی و ترید پلن رو هم فهمیدی البته ویدیو ترید پلن دیگه ای هست که زیر این ویدیو برای توی یوتیوب گذاشته شده حتما به اون سر بزن اطلاعاتت رو کامل کن شاید الان این سوالت باشه که یه ترید پلن نمونه بدین اما هیچ ترید پلن نمونه ای نیست چون بنا به شخصیت هر کدوم از ماها به تعداد تریدرایی که روی زمین هستن ترید پلنشون فرق میکنه شرایط زندگی جغرافیا اهدافشون استراتژیشون سناریوی کاریشون الگوهایی که کار میکنن زمانی که تو بازار کار میکنن تایم فریم کاریشون و و و و, و روانشناسیشون که از همه مهمتره ترید پلنشون متفاوت پس باید به نظر من یک بار برای همیشه اگه میخوای موفق بشی ترید پلنت رو ببینی اما میخوام یه نکته ای بگم شاید فکر کنی با دیدن این ویدیو اینا ویدیوهای دوره خصوصی بوده ویدیوهای مقدماتی دوره خصوصی تو دیگه همه فنون رو یاد گرفتی ته سالهای گذشته من متوجه شدم حتی بچه هایی که اینا رو من سر کلاس براشون توضیح میدم حتی کسایی که رفشگال میکنم احتمال عدم موفقیتشون هست میدونین چرا؟ چون توی کتاب میخوندم شکست یه حقبازه که در پنهانکاری و مخفیکاری کاری تیزه گمراه کردن خیلی گمراهت میکنه شکست گمراه کردن یه نفر اونم وقتی که به موفقیت یه قدم نزدیکتره برای شکست خیلی لذت بخشه شکست بعد این کارو میکنه. پس برای همینه که امروز میخوام بهت بگم اگه این ویدیوها رو دیدی، آمادگی لازم رو داری برای اینکه بیای تو دوره خصوصی آموزش های روانشناسی ببینی، رفع اشکال بکنی و البته بتونی شانس این رو داشته باشی در کنار سایر تریدرهای ای بتونی تو گروه VIP فعالیت کنی. بعد از این دوره، بعد از این ویدیو معرفی دوره خصوصی رو داریم ویدیوی دوره خصوصی هست که حتما اگه علاقمند هستی سطح خودت رو بالاتر ببری فراتر یاد بگی اگه علاقمند هستی به این که روی آینده خودت سرمایه گذاری کنی حتما بهت پیشنهاد میدم ویدیوی دوره خصوصی رو ببینی تا ببینی اونایی که از الان میان تو دوره خصوصی اونایی که تو دوره خصوصی هستند چه کارایی؟ چه فعالیت هایی براشون انجام گرفته میشه چه برنامه‌ای براشون خواهم داشت و چه کسایی اصلا میتونن تو دوره خصوصی بیان امیدوارم که این ویدیو ها بتونه هر روز هر لحظه تو رو به اهدافت نزدیکتر بکنه حتما اگر دوست دارین رفع اشکال بکنین در جلسه های دوشنبه ها ویدیو های لایو وبینارهای لایو دوشنبه ها میتونین این کار رو انجام بدین نظرات خودتون رو از بکاربری این استراتژی خیلی دوست دارم بدونم خیلی از شماها دوره های دیگه ای رفتین آموزش های دیگه ای یا توسط دوستان دیگه دیدین دوست دارم زیر این ویدیو بنویسین که چقدر سطح این ویدیو تو کجا قرار داره آیا این حرفا رو شنیدین آیا کار کردین آیا بهش فکر کرده بودین یا نه هر لحظه دوست دارم شما موفق تر بشین چون این ذات شخصی منه که دوست دارم تغییر رو تو زندگی آینده تو ایجاد کنم توی این دوره توی این آموزش قدم به قدم با همراه هم پس تو هم با هم همراه باش دوست داشتی های ما رو به اشتراک بذار ویدیوهای یوتیوب رو حتما به اشتراک بذار که همه دوستان بدونن از کجا شروع بکنن و حتما منتظرم تجربت رو ببینم هم دوست داشتین علاقمند بودین بهتون توصیه میکنم ویدیو معرفی دوره خصوصی رو تماشا کنین منتظر حضور شما توی ویبینار ها شاید تو دوره خصوصی و منتظر دیدن تغییرات شگرف و شگفتانگیز توی نتایج و درآمد و کیفیت زندگی شما هستم تا درودی دیگر بدرود